منابع بطلو نیوز میگویند که برنامه پیکارهای انتخاباتی محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود امروز در تالار لوی جرگه برگزار شود کنسل شده و علت کنسل شدن این برنامه ای بود که به بنیاد توافق که میان عطا محمد نور و آقای اطمر صورت گرفته بود باید در همین روز آقای اطمر عطا محمد نور را در حکومتش به عنوان صدر اعظم اعلام میکرد که اختلاف دیدگاه ها بین این دو تیم باعث میشه این برنامه امروز کنسل شود. استاد عطا محمد نور یکی از اعضای کلیدی تیم آقای اطمر هستند و در شکل گیری تیم اونا و یک جمع دیگه خیلی کوشش کردن و از اعضای کلیدی شان است. مردم باید بسیار متوجه باشه که از 18 تا از اینا سرنوشت مردم یک بار دیگه اینا سرگرده های زخمی شان سوار نشه. این منابع میگویند که هر گونه تصمیم درباره یک جا شدن با دسته انتخاباتی محمد حنیف اطمر از سوی عطا محمد نور و محمد یونس قانونی یک جا بوده است و یکی به دیگرش در این دسته انتخاباتی حضور نخواهند داشت. اگر یک تکت انتخاباتی خودش انصراف نمیکنه بلکه یک معاونش انصراف میکنه و وام در حالتی است که ما از میاده که بر انصراف قانون پیش بینی کرده که مسئول انتخابات را تعیین کرده بعد از اون باشه چون چیز قانون نیست. در همین حال سخنگوی دسته انتخاباتی محمد حنیف اطمر وجود اختلاف ها میان سران این دسته انتخاباتی را رد می کند. تیکت پر طول و موارد و بنده فکر او نظر اجماع موجود ده بده موارد و بنده هیچ دول مشکلات وجود نلری. حقا خبری چه تاست رسیدل دی از نور و دوستان سر بده رابطه بنده تشویشون موجود وید دوی دی تشویشون ده حل ده پر بده اوویو چه ده موارد قطعا نشته. منابع نزدیک به عطا محمد نور میگویند که اکنون این اختلاف ها از میان برداشته شدند، اما روشن نشده است که چه زمانی نخستین نشست پیکارهای انتخاباتی این دسته انتخاباتی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار میدهند که اگر رئیس جمهور درباره شفافیت انتخابات و جلوگیری از مداخلت در انتخابات اطمینان ندهد، این شورا انتخابات را تحریم خواهند کرد. روز پنجشنبه کاندیدا میشینند و فیصله کاملا نهایی خود به مردم افغانستان اعلام خواهد کردند. دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل در یک اعلامیه بانک رئیس جمهور را به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌سازد، اما میگوید که در انتخابات حضور خواهد داشت و هرگز انتخابات را تحریم نخواهد کرد.